سوال P38 از نمونه سوالات امتحان APM امتحان ریاضی مورد نیاز برای پیش از ورود به دانشگاه ملی وین و دانشگاه TU رو بررسی میکنیم. سوال در مورد مباحث منحنی هستش و از جمله توابعی که عدد ای دارن داخلشون. گفته که گگبن ایست دی فانکسیون اف ایکس مساوی ایکس در ای به توان منهای دو ایکس، یعنی که تابع زیر داده شده. گیبن زی دی گغوست موگلیشته گغوست موگلیشه دفینیسیونس منگه اون دی نولشته دن در فانکسیون ان، یعنی که نولشته دن های تابع رو پیدا کنید. خب خب من تابع رو اینجا نوشتم، نول اشتردنش رو که بخوام پیدا کنم باید تابع رو مساوی صفر قرار بدم، یعنی نول اشتردن پیدا کردن، یعنی نقاطی از تابع که اونجا ایگرک مساوی صفر هستش. خب توی وقتی که ضرب دوتا جمله ایکس دار داریم، ایکس هست و اینجا ای به توان منهای دو ایکس، وقتی ضرب دوتا جمله ایکس دار داریم و میشن صفر، من میتونم اینطوری بگیم که یا این صفر بوده یا این صفر بوده که جواب شده صفر. پس میام هر دو تا فال رو در نظر میگیرم یا هر دو تا مورد رو در نظر میگیرم. فال یک اینه که خب x صفر باشه، که خب x و صفر رو مینویسم، پس نول اشتلاعی من میشه x صفر y هم صفر. این یه دونه نول اشتلاع تا الان به دست آوردم که شد صفر و صفر. فال دوم میگه ای به توان منهای 2x مساوی 0. اینو برای که بتونم حلش کنم باید از دو طرف ln بگیرم. وقتی که از دو طرف ln بگیرم این طرف میشه ln 0. ln 0 تعریف نشده است، پس این جواب نداره برای ای به توان منهای 2x مساوی 0. پس اینو یه دونه ای میزنم برعکس، یه خط روش میکشم که یعنی جواب نداره. قسمت ب گفته که بغشنن دی اکستریم پونت اون دیوند پونت فون اف. برای اینکه اکستریم پونت و وند پونت رو بتونم حساب کنم، اول باید از تابع مشتق و مشتق دوم بگیرم. مشتق تابع به چه صورت میشه؟ ضرب از قانون ضرب پیروی میکنه دیگه. یک بار مشتق ترم اول در خود ترم دوم، به علاوه مشتق ترم دوم در خود ترم اول، که اگه انجامش بدید به این صورت میشه. تنها نکته‌ای که داره اینه که وقتی دارید از ای به توان منهای 2x مشتق میگیرید، مشتقش درسته که میشه خودش، یعنی ای به توان منهای 2x، ولی ضرب در یه دونه مشتق توانش هم میشه، چون تو توانش x وجود داره، یعنی ضرب در منهای 2 میشه که اینجا نوشتم. هر جوابی که تهش به دست آورد حتما اگه میتونید فاکتور بگیرید ازش، از چیزی که تکرار شده، که ساده تر بشه، بعد بتونید مشتق دومش رو راحت تر حساب کنید. حالا اینجا مشتق دومش هم نوشتم، میتونید ویدیو رو پاس کنید، عکس بگیرید و امتحان کنید. ولی طبق همون قاعده بالا داره انجام میشه، ضرب دو تا جز هست دیگه، ای به توان منهای 2x در یک منهای 2x هست که داریم ازش مشتق میگیریم، که دو تا ترم هست، این یک ترم، اینم یک ترم دیگه. قسمت خب حالا با استفاده از اینا میتونم اکستریم پونکت رو حساب کنم. اکستریم پونکت چجوری به دست میاد؟ مشتق تابع رو مساوی صفر قرار میدم. مشتق تابع را که مساوی صفر قرار بدم، مشتق من این بود ای به توان منهای 2x در 1 منهای 2x مساوی صفر، یا این صفر بوده یا این صفر بوده که جواب شده صفر. توی فال اول که میشه مثل همون بالا، چون از صفر باید ln بگیرم و از ln صفر تعریف نشده است، پس این جواب نداره. توی فال دوم یا مورد دوم میشه 1 منهای 2x مساوی صفر، که اگر حسابش کنم میشه x مساوی 1 دوم. پس اکستریم پونکت من ایکسش مساوی 1/2. حالا این 1/2 که به دست آوردم رو میذارم توی مشتق دومم، توی چیزی که ته مشتق دومم به دست آوردم، و عددی که به دست میاد اگه منها بود نشون میده که نمودار من اینجا کنکافه. کنکافه یعنی که
به این صورته و هوخ پونک داره. پس من هوخ پونک دارم. هوخ پونک هم ایکسش چند نیمه، همین اکستریم پونکی که به دست آوردم. این نیم رو ایگرگش رو بخوام حساب کنم چی کار باید بکنم؟ باید بذارم تو تابع اصلیم، همون تابع اولیه‌ای که داشتم، که اگه حسابش کنم میشه 0.183. حساب کردنش هم با ماشین حساب، رو همه ماشین حساب ها عدد ای وجود داره، ماشین حساب هایی که میتونید توی امتحان FM ببرید. خب این هم از این قسمت. در واقع من میتونستم ونده پونک رو هم حساب کنم و ونده پونک هم به همین صورت حساب میشد که سوال از من خواسته بود دیگه. ونده پونک رو حالا من حساب نکردم، ولی طبق همین روش انجام میشه دیگه. شما اگه خواستید خودتون حساب کنید، اول که توی کامنت ها میتونید سوال بپرسید در موردش اگه سوال داشتید، ولی اگه نه، یه بار ای منهای 2x رو مساوی 0 قرار میدم، یک بار که میشه تعریف نشده هیچ جوابی ازش در نمیاد، یه بارم 4x منهای 4 رو مساوی 0 قرار میدم که هر چقدر جواب شد میشه x من توی ونده پونکت. ونده پونکت هم اون نقطه هستش که شیب تابع داره تغییر میکنه، شیب نمودار. قسمت 3 گفته که ارمیتنزی لیمس ایکس، لیمس اف ایکس وقتی که ایکس به سمت منفی بی نهایت میل میکنه و لیمیت اف ایکس وقتی که ایکس به سمت مثبت بی نهایت میل میکنه. خب میایم اینجا منهای ایکس رو، منهای بی نهایت رو جای ایکس همون جایگذاری میکنیم. ایکس که خودش میشه منهای بی نهایت، ای به توان منهای 2 در منهای بی نهایت میشه منها در منها مثبت، پس میشه ای به توان مثبت بی نهایت که میشه منهای بی نهایت در مثبت بی نهایت که مساوی منهای بی نهایت. در واقع اینجا این بی نهایت رو اشتباه نوشتم. توی حالت دومش یه ذره مشکل داریم و باید رفع ابهام کنیم. داستان چیه؟ داستان اینه که وقتی که بی نهایت رو اینجا جایگذاری کنم، بی نهایت رو ببرم تو x و خب بی نهایت x که میشه بی نهایت ای به توان منهای 2 بی نهایت، بخش اینجا منهای بی نهایت و پس این مثبت بی نهایت، نه اون درست، همون چیزی که گفتم درست، اینجا ای به توان منهای 2 در بی نهایت میشه منها در مثبت منها، پس میشه ای به توان منهای بی نهایت. در واقع ای به توان منهای بی نهایت طبق قوانین ریاضی مساوی صفره، پس بی نهایت ضرب در صفر اون بشتیمته، یعنی تعریف نشده. اونی که اون بشتیمته یعنی مبهمه و باید رفع ابهامش کنم، یعنی بشتیمتش کنم. پس میام اول یه کاری میکنم، اول اون فورمنس رو آینم بروخ میکنم، اگه به نتیجه نرسیدم میرم از قانون دوپیتال استفاده میکنم. اون فورمنس رو آینم بروخ یعنی تبدیل کردن به صورت کس. چجوری من میتونم اینو تبدیل به کس کنم؟ خب این توان منفی داره، من اگه بیارمش تو مخرج تنها اتفاقی که میفته توانش مثبت میشه، x رو سر جای خودش تو صورت نگه میدارم، اونو میارم تو مخرج توانش مثبت میشه. دوباره ایکس هم رو جایگزین میکنم با بی نهایت و میشه بی نهایت به روی بی نهایت که این هم اون بشتیم تا، یعنی تعریف شده نیستش، تعریف مبهمه. حالا میام از قانون دوپیتال استفاده کنم. قانون دوپیتال میگه چی؟ میگه که وقتی که توی حالت کسری به جواب نرسیده، بیا از صورت و مخرجت به صورت جداگانه مشتق بگیر. خب مشتق x، خود x که توی صورت میشه 1، مشتق ای به توان 2x هم میشه ای به توان 2x در مشتق توانش که 2 هستش. حالا این 2 که اصلا تأثیری نداره، این اگه بی نهایت توی توانش باشه اونقدر بی نهایت بزرگی که تأثیری نداره 2 توش، پس این خودش دوباره میشه بی نهایت ولی صورت میشه 1 به بی نهایت یا هر عدد به بی نهایت مساویه 0. بنابراین این هم رفع ابهام شد و بشتیم شد.
بعدش هم خواسته که اسکیت زیغنش کنیم. برای اسکیت زیغن یا رسم این نمودارها، حالا من الان توی این دیگه رسمش رو انجام ندادم، ولی کار خیلی راحت هستش، چون توی قسمت یک ما یه نولش دله به دست آوردیم. خب اون نقطه حساسات یکی از نقطه هاست. توی قسمت بعدی ونده پونکت و اکستریم پونکت رو در آوردیم که اونها هم مختصات نقاط دیگری هستن که اون نقاط معنی خاصی دارن. مثلا گفتیم اونجا که کنکافه یعنی که یه هوخ پونکت روی نمودار به این حالت هستش، و اونجایی هم که ونده پونکت گفتیم که شیب نمودار داره عوض میشه. پس هوخ پونکت رو که به دست آوردیم، نولش دلن هم به دست آوردیم، ونده پونکت هم بهتون گفتم چجوری به دست میارید. اینا رو که به دست آوردیم، نقطه هاش رو روی محور مختصات مشخص میکنید و به هم دیگه وصلشون میکنید. از دو طرف هم تا منهای بی نهایت و تا مثبت بی نهایت ادامه داره.